اتحادیه اروپا از ترامپ خواست در مورد قطع همکاری با سازمان بهداشت جهانی تجدید نظر کند. تلاش مجدد برای اعزام فضانوردان آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی در صورت مساعد بودن شرایط جوی. اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره پیامدهای پایان معافیت‌های هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. پرزیدنت ترامپ عملکرد سرویس مخفی را در مقابل اعتراضات نزدیک کاخ سفید ستود. بازداشت رئیس و قائم مقام اجرائیات شهرداری کرمانشاه در پی مرگ آسیه پناهی. با سلام و درود به تمام هموطنان عزیز در سراسر جهان، توجه شما را به شنیدن این بخش خبری جلب می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. در پی قطع همکاری آمریکا با سازمان بهداشت جهانی، اتحادیه اروپا از دونالد ترامپ خواسته تا در تصمیمش در این مورد تجدید نظر کند. اورسولا فون رئیس کمیسیون و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفته‌اند همکاری جهانی و همبستگی از طریق تلاش‌های چند جانبه تنها راه‌های مؤثر و پایدار برای پیروزی در نبردی است که دنیا با آن روبروست. آنها همچنین از اختصاص بودجه بیشتری به سازمان بهداشت جهانی خبر داده‌اند. آقای ترامپ روز گذشته اعلام کرد که روابط کشورش با سازمان بهداشت جهانی را قطع کرده، به این دلیل که معتقد است این سازمان تحت نفوذ کامل چین است. آمریکا بزرگترین حامی سازمان بهداشت جهانی بود. او که چند روز پیش هم در نامه‌ای به سازمان ملل متحد از عملکرد سازمان جهانی بهداشت به شدت انتقاد کرده و تهدید به قطع روابط کرده بود، معتقد است دولت چین سازمان جهانی بهداشت را تحت فشار قرار داده بود تا جهان را در ارتباط با ویروس کرونا گمراه کند. این تصمیم آقای ترامپ با واکنش‌های متعددی از سوی مقامات‌های کشورهای مختلف روبرو شده است. ینس اشپاین وزیر بهداشت آلمان تصمیم آقای ترامپ را واکنشی ناامید کننده برای سلامت جامعه بین الملل خواند. بریتانیا واکنش تندی همانند آلمان از خود نشان نداده، اما یکی از سخنگویان بخش مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی تایید کرده این کشور تصمیمی مبنی بر قطع کمک‌هایش به سازمان بهداشت جهانی ندارد. لامار الکساندر رئیس کمیته سلامت سنای آمریکا هم به آقای ترامپ نسبت به قطع رابطه با سازمان بهداشت جهانی هشدار داده و گفته این اقدام میتواند در تحقیقات مربوط به توسعه واکسن کرونا تأثیر داشته باشد. پاتریک هریس رئیس انجمن پزشکی آمریکا هم هشدار داده که قطع رابطه با سازمان بهداشت جهانی هیچ هدف منطقی ندارد و پیدا کردن راهی برای خروج از این بحران بهداشت عمومی به طرز چشمگیری چالش برانگیز است. تام انگلس بای مدیر مرکز بهداشت سلامت جان هاپکینز در آمریکا هم گفته این تصمیمی بسیار بد و مهم است. چنین تصمیمی مثل حذف سازمان هواشناسی در زمان وقوع یک طوفان است. این نخستین بار نیست که از عملکرد سازمان بهداشت جهانی در واکنش به شیوع یک بیماری همه‌گیر انتقاد می‌شود. عملکرد این سازمان در ارتباط با شیوع ویروس‌های ابولا و سارس هم پیشتر زیر سوال رفته بود. یکی از مهمترین انتقادهای دونالد ترامپ به این سازمان این است که در ارتباط با نحوه مدیریت و اطلاع رسانی دولت چین درباره بحران کرونا برخورد قاطع نداشته است. دولت چین نخستین بار در 31 دسامبر سال 2019 میلادی به سازمان بهداشت جهانی اطلاع داد که مواردی از ابتلا به زاتوریه را که منشأ آن نامعلوم است در ووهان چین مشاهده کرده است. سازمان بهداشت جهانی چند روز بعد در تاریخ 5 ژانویه 2020 در بیانیه ای اعلام کرد که اطلاعاتی که از چین گرفته نشان می‌دهد که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ویروس جدید از انسان به انسان منتقل می‌شود. روز 14 ژانویه سازمان بهداشت جهانی در توییتی باز هم اعلام کرد که نتایج تحقیقات اولیه دولت چین نشان می‌دهد که هیچ مدرک روشنی درباره انتقال انسان به انسان ویروس کرونا وجود ندارد. این در حالی است که همان روز کمیسیون بهداشت شهر ووهان اعلام کرد که احتمال انتقال محدود انسان به انسان ویروس کرونا وجود دارد.
بسیاری با اشاره به این شکل انتشار اطلاعات سازمان بهداشت جهانی بر این باورند که بازنشر نتایج اولیه تحقیقات چین از سوی سازمان بهداشت جهانی مردم را درباره جدی بودن خطر بیماری کووید 19 گمراه کرد. این دسته از منتقدان میگویند این سازمان باید تحقیقاتی را مستقل از چین انجام میداد و پیش از روشن شدن تحقیقات مستقل از بازنشر موضع دولت چین خودداری میکرد. چنانکه یک هفته بعد نادرستی تحقیقات اولیه چین آشکار شد و سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 22 ژانویه در بیانیه ای اعلام کرد که نتایج تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد که انتقال انسان به انسان ویروس کرونا هم ممکن است. نوک پیکان انتقاد به سوی نفر اول سازمان بهداشت جهانی و شیوه مدیریت اوست. تدروس گبرسیوس دبیر کل سازمان بهداشت جهانی بارها در سخنرانی‌های خود از شیوه مدیریت دولت چین در مقابله با شیوع ویروس کرونا تمجید کرده است. ناسا و اسپیس اکس روز شنبه 10 خرداد برای اعزام دو فضانورد آمریکایی داگ هرلی و باب بنکن به فضا دوباره تلاش می‌کنند. موشک فالکون 9 اسپیس اکس قرار است امروز کپسول دراگون به معنی اژدها را در ساعت 3:22 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به ایستگاه فضایی بین المللی در مدار زمین ببرد. اسپیس اکس اولین برنامه اعزام سفینه با خدمه به فضا را برای روز چهارشنبه 7 خرداد برنامه ریزی کرده بود که 17 دقیقه مانده به ساعت پرتاب به خاطر شرایط جوی به تعویق افتاد. لغو فرستادن موشک به فضا در لحظه آخر در دنیای فضانوردی یک امری عادی است. ناسا و اسپیس اکس در مورد مأموریت دمو 2 که مسئولیت جان دو فضانورد را در دست دارند بسیار محتاط هستند. جیم برایدنستاین مدیر ناسا روز شنبه در توییت نوشت ما امروز اعزام به فضا را به انجام خواهیم رساند. داگ هرلی و باب بنکن اولین فضانوردان آمریکایی هستند که بعد از 9 سال وقفه از خاک آمریکا به فضا فرستاده می‌شوند. نماینده عالی اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا روز شنبه 10 خرداد در یک بیانیه مشترک که توسط سخنگویان آنها منتشر شد اعلام کردند که این هفته پیامدهای تصمیم آمریکا برای توقف معافیت‌های هسته‌ای ایران تحت برجام را بررسی می‌کنند. این بیانیه مشترک میگوید ما با شرکایمان برای ارزیابی پیامدهای این تصمیم ایالات متحده مشورت می‌کنیم. طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای 1394 در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از تصمیم آمریکا گفتند با هدف اطمینان از اجرای کامل و مؤثر تعهدات مندرج در برجام به ویژه بازگشت بیدرنگ ایران به پیروی کامل از تعهدات هسته‌ای خود پیوسته تلاش کرده و تصریح کردند که اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا به حمایت از برجام ادامه می‌دهند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا به همه معافیت‌های تحریمی تحت برجام که امکان همکاری در مراکز هسته ایران را برای شرکت‌های چینی، اروپایی و روسی بدون تحریم شدن از سوی آمریکا فراهم می‌کرد، پایان داده است. آقای پومپئو گفت امروز من به معافیت‌های تحریمی برای پروژه‌های مرتبط با برجام در ایران پایان می‌دهم که موعد آن 60 روز فرا می‌رسد. او افزود ادامه تنش‌های هسته‌ای ایران مشخص می‌کند این همکاری باید متوقف شود. تلاش‌های بیشتر برای اخاذی هسته‌ای تنها فشار بیشتر بر رژیم را به دنبال خواهد داشت. پرزیدنت ترامپ روز شنبه از پاسخ سرویس مخفی ایالات متحده به تظاهرات شبانه در محوطه خارج از کاخ سفید ستایش کرد. پرزیدنت ترامپ در یکی از چند توییت خود درباره تظاهرات نزدیک اقامتگاه رسمی او گفت سرویس مخفی ایالات متحده شب گذشته در کاخ سفید عالی کار کرد. آنها نه تنها کاملا حرفه‌ای هستند بلکه خیلی خونسرد هستند. من داخل بودم، هر حرکتی را دیدم و نمیتوانستم بیش از آن احساس امنیت کنم. ترامپ تاکید کرد افسران سرویس مخفی که وظیفه‌شان محافظت از کاخ سفید است اجازه دادند تا معترضان هر چه می‌خواهند فریاد بزنند و رجزخوانی کنند، اما هرگز نگذاشتند کنترل از دستشان خارج شود.
ترامپ نوشت، این به اصطلاح معترضان که به طور ماهرانه‌ای در کاخ سفید مدیریت شدند، کمترین ارتباطی با یاد و خاطره جورج فلوید نداشتند. آنها فقط آمده اند که مشکل درست کنند. سرویس مخفی آنها را به سادگی جمع و جور کرد. تظاهرات اعتراضی نزدیک کاخ سفید در ادامه اعتراضات و راهپیمایی‌های متعدد دیگری است که در بیش از 30 شهر در سراسر ایالات متحده در واکنش به مرگ جورج فلوید در روز دوشنبه در مینه‌سوتا رخ داد. جورج فلوید یک مرد 46 ساله سیاه پوست آفریقایی آمریکایی است که یک مأمور پلیس سفید پوست هنگام بازداشت او به زن کلاهبرداری که یک جرم غیر خشن است برای چند دقیقه با زانو روی گردن او نشست و مدتی بعد در بازداشت جان سپرد. پلیس بعد گفت فلوید هنگام دستگیری مقاومت می‌کرد. تیم والز فرماندار مینیاپولیس روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد به دنبال اعتراضات بسیار مخرب شبانه در منطقه مینیاپولیس برای بسیج کامل گارد ملی اقدام خواهد کرد. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از بازداشت رئیس و قائم مقام اجرائیات شهرداری کرمانشاه در پی مرگ آسیه پناهی خبر داد. به گزارش قوه قضاییه، پرویز توسلی زاده روز شنبه در حاشیه بازدید از محل خانه تخریب شده آسیه پناهی گفت دستگاه قضایی خواستار برخورد با عواملی است که ممکن است نقض قانون کرده و این کار باعث مرگ خانم پناهی شده باشد. وی با بیان اینکه این حادثه دو بعد دارد اظهار داشت، نخست اینکه آیا رابطه بین اقدام نیروهای اجراییات و مرگ خانم پناهی وجود دارد یا خیر، که در این باره باید پزشکی قانونی اعلام نظر کند و بیشک بدون اغماز با جدیت و رعایت قانون و شرع و بدون هیچ کوتاهی موضوع را پیگیری می کنیم. بسیار سپاسگزاریم که تا انتهای این بخش خبری با ما همراه بودید. خدا نگهدار.